بچه ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی الپی هستم، خوش اومدید به یه گیم پلی خیلی باحال دیگه از بازی The Coin Game. یه بازی شبیه ساز شهر بازی و میتونیم بریم توی چند تا شهر بازی، تمام بازیایی که تو شهر بازی های واقعی وجود داره رو اینجا با هم دیگه بازی کنیم. بچه ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارشو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما باخبر بشید، بیاید ویدیوها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم تو دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم، حتما تو اون دوتا هم جوین بشید. بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب اولش میتونیم کاراکترمون رو انتخاب کنیم که زن باشیم یا مرد، که قطعا مرد. ببینیم دیگه چیا داره. میتونیم انتخاب کنیم که چه مودی از بازی رو بازی کنیم، مثلا تولدش باشه یا سوروایول. من ترجیح میدم که تولدم برم شهر بازی مثلا. خب اول که میایم توی بازی، دم یه دونه شهر بازی میافتیم پایین، یه دونه مسیج هم برام اومد که فکر کنم تبریک تولد باشه، کارت شهر بازی هم تو دستشه. اینجا نقشه شهر رو داریم، میتونیم ببینیم که کجا هستیم، اصلا چقدر کشور کوچیکیه، شهر کوچیکیه، اینجا کجا هستن. ولی میتونیم ببینیم که کجا میشه رفت و چه کارهایی میشه انجام داد. یه دونه خونه هم داره، یه شهر بازی دیگه هم داره. تو این پارت این شهر بازی رو بهتون نشون میدم، اگه خوشتون اومد و این بازی ادامه پیدا کرد تمام جای این بازی هم بهتون نشون میدم. بریم تو ببینیم چه خبره فعلا. خب کاراکترهای این بازی هم که همشون رباتن و تولدم رو دارن تبریک میگن. مرسی بچه‌ها، ممنونم از همتون، خیلی خوشحالم کردیم. ولی من اول از همه میخوام برم این تو یکم پول در بیارم، چون 50 دلار بیشتر ندارم. برو اونور بچه جون، سر راه من فاین هستا. تمام کاراکترهای بازی رباتن بجز من. من میرم این تو ذره بازی کنم فعلا پول در بیارم. اینجا میایم توی دستگاهی که از زیرش باد میزنه دلارو میرن هوا، بعد روی هوا تمام پولا رو جمع کنی، هر چی برداری مال خودته. خیلی چیز خفنیه این اگه واقعا تو شهر بازی باشه، ولی بعید میدونم این جای دنیا اینجوری پول بهت بده. من تو همینجاش 20 دلار بردم. اگه همچین شهر بازی باشه من اصلا میرم توش زندگی میکنم واقعا. خاک تو سرت، کم جمع کردی. حداقل 60-70 دلار من باید جمع میکردم از اینجا. 5 دلار میدی میری تو، 50 دلار برمیداری میای بیرون. این خیلی هیجان انگیزه، من یه دفعه دیگه میخوام بازی کنم، میخوام هرچی پول کف زمینه رو این دفعه جمع کنم. حالا کی گفته که من باید از رو هوا پولا رو جمع کنم؟ نمیشه همون پولایی که ریخته رو زمین و بردارم بیام بیرون، یه 60 دلار 70 دلار دیگه بزنم میرم بیرون که بتونم تمام بازیه توی این شهر بازیه رو انجام بدم، چون خیلی بازیای باحالی داره. بعد تمام بازیایی هم که هست تمام بازیای واقعی تو شهر بازیه، یعنی هیچیش الکی و چرت و پرت نیست. جمع کن یه چند دلار دیگه، 4-5 دلار دیگه بگیری تمومو. بگیر اینا که رو هوا هن و وردار دیگه احمق. خب خوبه، حالا فعلا 147 دلار هم کارمو را میندازه. فکر کنم هر بازیش 5 دلار تا 15 دلار باشه دیگه، خیلی بازیا گرون نیست. اینا چیه؟ مال منه اینا، میتونم وردارم. نوشابه ها رو میگه مال تو نیستن، پس برای چی گذاشتید اینجا؟ اینا رو ولی فکر کنم میتونم وردارم یا میتونم بخرم. گان دارم. این چه چیز باحالیه، چی کار میکنه این؟ کیو میشه باش زد؟ اصلا به چه دردی میخوره این؟ آها، توپه رو مثلا تکون میده. بادکنک هم اینجا هست. ایول چقدر باحال، خیلی گرافیک بازیش باحال و فانتزیه. خب اینا رو دیگه ولش کن بریم توی شهر بازی. یه دونه چراغ قوه هم دارم که جای تاریک و راحت بریم. بابا برید کنار از سر راه دیگه، بیا اینجا واسه چی وای میسی سر راه من؟ خب خوش اومدید به اولین شهر بازی. اینه مثلا سرزمین عجایب و ارم و اینا، میری تمام بازی ها رو انجام میدی و تیکت بهت میده، بعد میتونی بیای با تیکتات اینجا جایزه بگیری. تیکتایی که جمع میکنی و میاری تو این دستگاه میشموره، میدی به این یارو هرچی بتونی و انتخاب میکنی باش دیگه. حالا من این قسمت تمام بازی ها رو میخوام دونه دونه برم. این خیلی چیز بیمزه ای بود، من اصلا نفهمیدم چیه. اینو ردش میکنم، بازی نمیکنم، میام سراغ این یکی، از این شروع میکنم. اینم توش پول میتونی برداری، هر کدوم این دایره ها که برداری توش یه چیزی هست، یا تیکت یا دلاره. اینم خیلی باحال نیست بازیش، قبلا انجام دادم. اینم که میای این حرفا برمیداریم، میتونی مثلا بعدا ببری توی خونت جزو دکورت و اینا ازش استفاده کنی. و این یکی دستگاه چیه؟ اینو میتونیم تستش کنیم، یادم نیست این چی بود. فکر کنم این توپه رو باید میکشیدی بره توی اون سوراخ بالا، اگه نره باختی. چی جوری بود حالا بازیش فقط؟ ماشاءالله ضعیف، خیلی ضعیف بود. رسید ولی به این چراغ سبز. آهان، توپه رو باید یه جوری بکشی که نزدیک این چراغ سبز وایسه، هرچی نزدیکتر باشه بیشتر به تیکت میده. ولی خب بازی بیمزه ای بود، اینم انصافا خیلی جالب نبود. فقط تیکتامو بردارم. بده من تیکتارو. 10 تا تیکته.
اینم چیز جالبیه فکر کنم، باید توپو بندازی تو هر کدوم از این سوراخا که بره اندازه همون به تیکت میده. الان ول میکنم یه دونه توپ. چند تا توپ داریم؟ 4 تا توپ داریم فکر کنم. اولیش میره تو 20 تا تیکت که خیلی ضعیفه، فوق العاده ضعیف. دومی رو پرتاب میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اوه چقدر وحشی اینو انداخت. برو تو علامت تعجبه، برو تو چیز هیجان انگیز، تو چرت و پرت نرو دیگه بابا. بونوس راندم حال میده، یه راند دیگه هم میشه بازی کرد. دو تا توپ دیگه دارم فعلا. اینم توپ یکی مونده به آخر. این توی چیز خوبه دیگه، این دفعه دیگه توی چیز خوب میره. 15 تا تیکت آشغال. توپ بعدی بیا ببینم تو کجا میافتی. برو تو مگا جکپات حداقل. اوه این چیه؟ 591 تیکت بابا، باری کلا. عالی چقدر خفن. دست اولی که بازی میکنه جکپات میزنه این پلیه. خیلی حرفه‌ای بازی کردم، ولی دیگه نمیخوام این بازی رو انجام بدم. امیدوارم که موزیکای تو شهر بازی فقط کپی رایت نداشته باشن که بتونم همینا رو بذارم و نخواد صدای بازی رو قطع کنم، چون موزیکو آف نکردم. خب اینم که تو شهر بازی ها و اینا قطعا همتون دیدید. از اینجا یه دونه توپ میاد بیرون، باید قل بدی بره بیفته تو این دایره ها که خیلی سخته. من 4-5 دفعه تا حالا بازی کردم، یه دونه توپم تا حالا نتونستم بندازم اون تو. نمیره اصلا. اینم میخیال میشیم میریم سراغ چیزای باحال‌تر. یکی دیگه از بازی های باحالش اینجاست. این اهرمه کشیده میشه میاد به یه سمت، هر چی که بندازه رو همونقدر تیکت میتونی برداری. من یه جای خوب پیدا کنم بزنم، مثلا این کیه رو اگه ورش دارم بد نیست، که ریدم الان البته نشد، ولی بعضی موقع جای خوب جمع میشن اینا همشون، همه رو با هم میتونی بگیری بکشی بندازی پایین. بازم یه دونه 10 تا تیکتی زدم، اصلا چیز جالبی نبود. یکی دیگه میزنم، این دفعه دیگه 70 تا تیکت، باز یه ذره منطقی تره. اینا رو بگیر دیگه لعنتی. 100 تا تیکت لب مرز. افتاد چی شد؟ یا سرجم انقدر شد دیگه؟ نه به درد نمیخورد، کلا تونستم ازش 100 تا تیکت بگیرم. اینم یه بازی خیلی باحاله. قبلا تو پاساژ ماساژا و اینا که میرفتیم از این دستگاه گذاشته بودن، سکه های 25 تومانی مینداختیم توش، میومد رو اون صفحه وای میساد، بعد میافتاد پایین، همینجوری هرچی میریخت پایین کلا مال خودمون بود. تو شمال و لب دریا و اینا هم همین چیزایی بود یه تایمی. خیلی من دوست داشتم اینا رو، به خاطر همین یه دستم اینو بازی میکنیم حالا. خب چند تا سکه بهم داده؟ 30 تا سکه بهم داده که میتونم با اینور اونور کردن جایی که خودم دلم میخواد بندازم سکه رو. یه قلق خیلی باحال داشتیم بازی اون موقع، این که میچسبید اون ته باید سکه ها رو مینداختی که نیاد وایس لب اونجا یا بیفتن روی هم دیگه. حالا من فعلا دست اول باید پر کنم اینجا رو، تازه فکر نمیکنم جایزه ای بتونیم بگیریم. واقعیاشو که میرفتیم اون موقع بازی میکردیم، کلی سکه همیشه این روها بود. مثلا 2000 تومان که توش میبردی کلی حال میکردی اون موقع، یادش بخه. خب فعلا که هرچی سکه دارم میندازم داره میره روهم وای میسه. اینا یه دونه رو میندازه پایین الان، ولی بازم جای خالی هست. هیچی هنوز فعلا نتونستم هول بدم. چند تا سکه دیگه میندازم همینجا رو یه ذره پر بکنم، اینورم اضافه میکنم. فکر کنم اینو 2-3 دست بعد بازی کنی که بتونی جایزه خوب بگیری ازش. به این راحتی ها نمیشه از این جایزه برد. دقیقاً عین همون بازی واقعی ها، خودش قشنگ. حتی حرکت سکه جوری که میافتن رو هم دیگه خیلی باحاله. این همه سکه انداختم، دو تا افتاد پایین تا حالا. اونم که شبیه پول اون پایینه، من اول فکر کردم دلار مثلا پول بهت میده اگه ببریش، ولی تیکت اون که بیفته پایین 5 تا تیکت بهت میده. من خود اون کارت رو ترجیح میدادم بگیرم تا 5 تا تیکت، یا اون اسپینره و چاقوه و فندکه و اینا همشون تیکته، اصلا جایزه بهت نمیده. یه سکه درسته دیگه اگه این طرف بندازم فکر کنم یه چیزی بیفته پایین. این که افتاد، اینور هیچی نیفتاد دیگه. ولی خب از این که چیز جالبی نتونستیم ببریم اصلا. اینم میام بیرون، سه تا دستگاه اینه هم دیگه بغل همه. خب این چیه؟ اینم که جکپات دیگه. یه بارم اینجا میتونیم شانسمون رو امتحان کنیم. قیمتش هم نسبت به پولی که داشتم خوب بود خدایی. 142 دلار هنوز مونده، این همه بازی کردیم. یه دونه محکم میچرخونیم ببینیم جکپاتو میزنیم یا نه. اوه چه عددایی داره، 1000 تایی. ولی خب جایزایی هم که میده عدد تیکتاش خیلی بالاه دیگه. اینم خوشم نیومد زیاد ازش، میریم بیرون. اینم یه دفعه بازی کردم نفهمیدم داستانش چیه. مثلا اینکه باید این گردا رو بندازی پایین، این صندوقا نیا
نیفته. یه چیزی تو همین مایه ها بود. من نفهمیدم دقیقاً باید چی کار کنی. حالا میتونیم یه تست بکنیم ببینیم این دفعه میفهمیم یا نه. اون دفعه که اصلاً نفهمیدم. بذار ببینم چیو میتونم بردارم مثلا. این سنگا رو میشه بریزی پایین. اینا رو که میریزی پایین اتفاقی نمیفته. هیچ جایزه‌ای هم بهت نمیده ولی. مثلا این صندوقا رو بندازم چی میشه؟ صندوقا رو میندازی نمیبازی. من اون موقع فکر کنم تایمم تموم شد. یه اتفاقی افتاد که باختم. نمیدونم چی شد. آها الان فهمیدم. به اون شاول، به اون دسته که اومده بیرون نباید بخوره اصلا این اهرمت. ولی بازی جالبی نبود اینم زیاد. اون یکی شهر بازی خیلی گیمایی که توش باحال تره. حالا اگه دوست داشتین که این بازی هم ادامه بدم و بازم ازش واسهتون گیم پلی بذارم، حتما توی کامنت ها برام بنویسید، میرم اون شهر بازی خفنرم بهتون نشون میدم. از اینجا هم میشه رفت بیرون و اینجا میتونیم بدیم تیکتامونو بشوره. ببینیم چند تا تیکت گرفتیم این دفعه. خوبه نزدیک به 1000 تا شد. فکر نمی‌کردم اینقدرم بشه. گفتم خیلی کمتر از این حرفه. بذار حالا ببینم با همینا چی میتونم جایزه بگیرم مثلا. این که به درد نمیخوره اصلا. چقدر هست؟ آها 700 تا کوین این. من چند تا داشتم؟ 751. این 950 تا 1500 تا جایزه‌اش هم آشغاله، ولی این مثلا برای دکور تو خونه باحال میشه فکر کنم. این 950 تا 15000 تا پیراشکی دونات میخوای بدی من ببرم بزنم به دیوار اتاقم؟ 15000 تا یو ابوالفز عددا رو، 20000 تا عروسک کوسه، 65000 تا موز. این چیه؟ این باحاله مثلا. یه توپ دیگه شکلات 1850 تا، چوب بیسبال، تیرکمونم خوشگله، اینم بامزه است. فعلا که من هیچ کدومو نمیتونم بگیرم. حالا میام بیرون از اینجا. یه سر میتونیم بریم خونه ببینیم مثلا تو خونه چه شکلیه. الان تبو که بزنی روی ساعتش اینونتوریش باز میشه. یه گوشی داشت فکر کنم اینجا، یه چیزی داشت. آها روی نقشه میتونی انتخاب کنی که کجا میخوای بری، تاکسی میاد دنبالت میبردت. من الان میخوام برم خونه. خونهش اینجاست. بریم مثلا هوم ببینیم چه خبره. تولدم با لیموزین میان دنبالم میبرنم اینور اونور دیگه. ایول بیا درم واسم باز کن. قشنگ این آدمای خفن برم خونه. اینجا هم خونه ایه که الان من توش دارم زندگی میکنم. فضای بازیش خیلی باحاله. بهتون پیشنهاد میکنم حتما یه بار امتحانش کنید، خیلی سرگرم میشید باش. اینجا گاراژمه که وسایلم توشه و یه چیزای عجیب غریبی. اینم نقشه شهر دوباره و یه چیزای دیگه این طرف هست، ولی هیچ کدومش نمیشد استفاده کنی. یه سر بریم تو خونه رم بهتون نشون بدم که چه خبره. یه چیزای باحال تو خونه هم هست. یه دونه اردک به عنوان حیوان خونگی من اینجا گرفتم واسه خودم. میتونم اردک رو پرتش کنم اینجوری اینور اونور. خب یه خونه دنج دو طبقه، البته خیلی هم همچین دنج کوچیک نیست، خونه بزرگیه نسبتاً. بذار غذا این بنده خدا رو هم پر بکنم واسش. یه ذره بیاد غذا بخوره اگه دلش خواست. من اینجا منتظرم اتفاقای ترسناک بیفته. نمیدونم چرا حس میکنم که تو این خونه یه اتفاقی واسه من میفته. به طرز خیلی مشکوکی همه جا تاریکه. یه صدای عجیب غریبی هم میاد بعضی موقع. بیسکویت ما یه داری میخوری تو. به ماهیامون هم میتونیم غذا بدیم از این بغل. یه ذره غذا به این بنده خدا هم بدیم که گشنه نمونن بمیرن. من کلا خوراکمه که تو بازی ها تمام حیونا رو بکشم دیگه. این یارو که تو شهر بازی جایزه میدادم واسه آکواریوم بود، دارم یه دونه ازش. تلویزیون رو کی روشن کرد؟ هیچی نداره که، تصویر سفید میخواد بهمون نشون بده. خب این طبقه پایینش یه در دیگه هم اینجا بود که بهتون نشون ندادم. این فکر کنم اتاق اردک است. نگاه کن اردک چه اتاقی داره تو این بازی. به به حال میکنه واسه خودش دیگه. این میره تلویزیون رو خاموش میکنه. بابا تو چیکار داری به تلویزیون آخه؟ بریم طبقه بالا ببینیم چه خبره. اینجا هم یه سری وسایل دارم دیگه. اینجا اتاقمه، میز کار و تخت خواب و یه سری آتشخال و این چاقوه اینجا هست. این چاقوه هم میتونستم جایزه بگیرم اونجا. یه دونه عینکه به درد نخور و خیلی چیز خاصی فعلا اینجا نیست دیگه. کاری تو خونه نمیشه کرد، فقط میشه دکور خونه رو عوض کرد دیگه. هر چی تو شهر بازی ببری میتونی بیاری تو خونه بزنی به در و دیوار و دکور خونه تو یه ذره تغییر بدی. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید. امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین که این بازی هم ادامه بدم و جای مختلفش رو بهتون نشون بدم، حتما توی کامنت‌ها برام بنویسید. تمام کامنتاتون رو می‌خونم و همه‌شون رو جواب میدم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید می‌ذارم شما باخبر بشید، بیاید ویدیوها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.